فصل سوم. و اما ای برادران، من نتوانستم همونطور که با افراد روحانی صحبت می کنم با شما سخن گویم، بلکه ناچار شدم همونطوری که با اشخاص نفسانی و یا کسانی که در ایمان به مسیح هنوز بچه هستند با شما صحبت کنم. به شما شیر دادم، نه غذای بزرگ سالان، زیرا برای آن آماده نبودید و هنوز هم آماده نیستید، چون شما هنوز هم نفسانی هستید. وقتی حسادت و نزاع در میان شما هست، آیا این نشان نمی‌دهد که نفسانی هستید و مثل سایر مردم رفتار می‌کنید؟ وقتی یکی می‌گوید من طرفدار پولس هستم، دیگری می‌گوید من طرفدار اپولس هستم، آیا مثل سایر مردم نیستید؟ آخر اپولس کیست؟ پولس کیست؟ آنان فقط خادمانی هستند که با اجرای مأموریتی که خداوند به ایشان داده وسیله ایمان شما گردیدن. من کاشتم، اپولس آبیاری کرد، ولی اصل کار یعنی رشد و نمو با خداست. کسی که می کارد و یا کسی که آبیاری می کند اهمیت زیادی ندارد. در رشد و نمو یا کار عمده با خداست. کارنده و آبیاری کننده در یک سطح هستند و هر یک مطابق کار خود پاداش خواهند یافت، زیرا در خدمت خدا ما همکاران او هستیم و شما مزرعه او و عمارت او هستید. من با استفاده از قدرت فیضبخش خدا مانند یک بنای ماهر بنیادی گذاشتم و اکنون کسی دیگر بر روی آن می سازد. هر کس باید مواظب باشد که روی آن چگونه بنا می کند، زیرا شالوده دیگری غیر از آنچه که ریخته شد نمیتوان گذاشت و آن شالوده عیسی مسیح است. بعضی ها وقتی روی آن شالوده بنایی میسازند، طلا و نقره و سنگهای عالی به کار میبرند و اشخاص دیگر از چوب و گیاه و کاه استفاده میکنند، ولی چگونگی کار هر کس آشکار خواهد شد، زیرا روز داوری آن را ظاهر خواهد ساخت، چون آن روز با آتش همراه خواهد بود و آتش کیفیت کار همه را می‌آزماید و ماهیتش را نشان می‌دهد. اگر آنچرا که آدمی بر روی آن شالوده ساخته است از آتش سالم بیرون آید، آن شخص پاداش خود را خواهد یافت. اما اگر کارهای دست او سوخته شود، پاداش خود را از دست خواهد داد، ولی خود او نجات خواهد یافت. مانند کسی که از میان شعله‌های آتش گذشته و نجات یافته باشد. آیا نمی‌دانید که شما خانه خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟ اگر کسی خانه خدا را آلوده سازد، خدا او را تباه خواهد ساخت، زیرا خانه خدا باید پاک و مقدس باشد و آن خانه شما هستید. هیچ کس خود را فریب ندهد. آیا کسی در میان شما هست که تصور می‌کند با معیارهای این جهان خردمند است؟ او باید ابله شود تا واقعا خردمند گردد، زیرا آنچه که از نظر این جهان حکمت و خرد به حساب می‌آید در نظر خدا پوچ و بی‌معنی است، چنانکه کلام خدا می‌فرماید خدا خردمندان را در نیرنگ‌های خودشان گرفتار می‌سازد و باز می‌فرماید خداوند می‌داند که نقشه‌های خردمندان بیهوده است. پس هیچ کس نباید با آنچه که انسان می کند ببالد. در واقع همه چیز به شما تعلق دارد. پولس، اپولس، پتروس، این جهان، زندگی، مرگ، زمان حال و زمان آینده، همه اینها متعلق به شما و مال شماست و شما مال مسیح هستید و مسیح از آن خداست.